خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از واکنش‌ها درباره نخست وزیر جدید بریتانیا خواهیم گفت تا حذف 4-0 از پول ایران. و پیروزی باورنکردنی ورزشکاران جوان ایران در سطح جهان. و در ادامه برنامه در نهایت شگفتی مغزی دارد که میتواند سرعت، ارتفاع و مسیر پرواز یک پرنده را محاسبه کند. دنیای شگفت‌انگیز آبزیان، بگو مگوهای داخلی مسلمانان و داستان پرجمعیت‌ترین کشور جهان در برنامه‌های دوبله شده جدید بی بی سی فارسی. سلام های بهنود. آخر هفته خبری که اومد فکر کنم به روزنامه‌های ایران نرسید، تحریم آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران توسط آمریکا. بله، معمولا آخر هفته که میشه این اتفاق میفته. هفته پیش هم یادم همینطور شده بود. این موضوع که قبلا صحبت شده بود بعد تأخیری درش اتفاق افتاد و خیلی ها تصور میکردن که به هر حال تغییر تحولاتی صورت گرفته، به خاطر اینکه بالاخره کاخ سفید که دائم دم از مذاکره میزنه طرف مذاکره رو تحریم میکنه، ذره شوخی میشه، ولی شد. بله، حذف 4-0 هم خیلی هم انتقادهای زیادی داشت، هم در واقع یعنی بعضی ها میگفتن زمانش شاید الان نیست، شرایط الان نیست، ممکنه که بعضی وقتا در یه شرایط جواب بده ولی الان زمان مناسبی نیست و باید خیلی در موردش فکر شده تر عمل کرد. به نظر میرسه که بعضی از اقتصاددان ها به اندازه کافی دلیل داشتن برای اینکه باش مخالفت بکنن، از جمله همین که شما اشاره میکنید. ولی واقعش این که الان هیئت دولت تو خودش تصویب کرده، باید بره مجلس ببینیم مجلس تصویب میکنه یا نمیکنه، باید بره شورای نگهبان، اینا کار داره. خب بریم سراغ اولین روزنامه جهان صنعت که بحث بوریس جانسون نخست وزیر جدید بریتانیا رو در واقع صفحه اول کاملا پر هم عکس، هم 3-4 مقاله داره در این مورد. همینطوره، بیشتر از هر روزهای فردای اون روز هم همینطوره. این موضوع اصولا دنبال کرد جهان صنعت، از زوایای مختلفی هم دیدش، هم مقاله آقای دکتر هرسنی مقاله خوبی بود، هم مقاله آقای بیگدلی. مقاله آقای بیگدلی شاید این اشکال رو بشه توش جستجو کرد که این مسئله اولترا راست بودن که حالا شاید در خود نشریات انگلیس هم گفته میشه، البته اولترا راست گفته نمیشه به خاطر اینکه اون خیلی راست افراطی، صفت تند راست افراطی به بوریس جانسون گفته نمیشه، ولی راسته. ولی اعضای کابینه در هر صورت راست افراطی نیستن اصلا. بقیه مسائلی رو که آقای بیگدلی مطرح میکنن، به نظرم اینکه افکار عمومی بریتانیا درگیر برگزیت هست و اینکه مثلا فرض کنید در خروج از این اتحادیه اصرار داره بوریس جانسون و حواسش بیشتر همونجاست و روابطش با امریکا، اینا به حال حرفای درستی است. بله، خب بریم روزنامه بعدی رو ببینیم، روزنامه جوان. روزنامه جوان که هفته پیش هم ناراحت شده بود از اینکه ما گفته بودیم که خیلی زیاد توجه نکردن در یک هفته گذشته به روزنامه ها در مورد مسئله تنگه هرمز. تنگه هرمز ما رو فرض کرده بود که اشارمون به مثلا نفکش انگلیسی هستش، که خب اینطوری نبود، ولی لابلاش البته حرفایی هم ما برای گفتن داشتیم، ولی فرض بر اینکه اشتباه کرده باشم بنده و فرض کنیم حالا شده، فرض کنیدم که من الان دارم معذرت میخوام، بعد خود نشریه که من یه همچی ایرادی رو گرفته ادعا میکنه که ملکه بریتانیا تلفن میکنه به کارشناس یک برنامه بررسی مطبوعات و به اون میگه اینو بگو اونو نگو. شوخی کردن اصلا، مطلب طنز بوده. جدید. اتفاقا مطلب طنز خیلی خوبی تو همون شماره که این مطلب بود اومده بود، اما اجازه بدیم برگردیم به این شماره که میبینید. معتقد است نکته مهمی رو دیده، کلاه مذاکره امریکایی از نمد نفکش انگلیسی. موقعی است که اعلام کردن که ما هم میخوایم توی این موضوع دخیل باشیم که با سکوت لندن روبرو شد.
و به نظر میرسه که این حرف درسته که حالا آمریکایی‌ها می‌خواستن، ولی حالا دیگه باید دید که آیا این طرفی همچین جایی میده نمیده. جز اینکه این محاکمه آقای پهلوان هم خب خیلی مهم بود، به خاطر اینکه نمیدونم شما یادتون نیست، حتی دو سال پیش هم تا یک سال پیش هم دائما شبکه‌های مختلف تلویزیون ایران از موفقیت‌های بزرگ این پدیده شانتیز می‌نوشتن، بعد به کارهای اصلاحاتی که می‌کنه و فرد اول و اینا و پشتیبانی قدرت‌های محلی در مشهد. و به همین جهت هم وقتی رفت دادگاه به نظرم می‌رسید که مثلا کسی تصور همچین حکمی رو حبس ابد نداشت. روزنامه بعدی شهروند از روزنامه هلال احمر که بیشتر مسائل اجتماعی رو می‌بینه. به اون گوشه هم توجه داشته باشید، به اون تهران بیترانه، این بحثی که سر موسیقیدانای خیابانی در گرفته است و اینکه ظاهرا این تصور در مورد بخشی وجود داره که این کار غیر قانونیه. فرماندهان تهران گفته که اجرای موسیقی خیابانی در تهران فقط باید با دریافت مجوز باشه. قانون این کجاست؟ حالا نکته که از اتفاقا خانم مریم نراقی یه گزارش مفصلی نوشته و تو در واقع انتقاد کرده با این گزارش از اینکه این طرح که حالا قرار مجوز بگیرن به خاطر اینه که مثلا متکدیان رو از سطح شهر جمع‌آوری کنن. میگه که در شهری که شما پشت هر چراغ قرمزی وای میستین، اگه پنجره ماشین پایین باشه مجبورین بالاخره یه پولی به کسی بدین، خب برای چی مثلا برای این قسمتش فکری نمی کنید؟ و حالا وزیر بهداشت از مثلا افسردگی حرف میزنه، بالاخره یه عده‌ای هستن که شما دارن یه موسیقی در شهر مینوازن و شما خیلی راحت میتونید بهشون پول بدین یا ندین، زورتون نمی کنن که این کارو بکنید و این شاید بتونه شهر رو شادتر کنه صدای این موسیقی. در صد اینم گزارش جالبی بود. به حال خیلی چیز عجیبیه در وسط این هیروویر اومدن یه همچین موضوعی رو، یعنی اینا به حال یه فضای شادی تو شهرهای وجود آوردن، غیر از اینکه واقعا هم جمع کردنشون غیر از اینکه اوغلایی نیست ممکن هم نیست. خب بریم روزنامه کیهان رو ببینیم. کیهان یک روز بعد از اون حکمی که دیدیم و من شما ازش تعجب کردیم، معتقد است که حکمای قطعی دیگه هم 978 تروریست اقتصادی صادر شده و دستگاه قضا داره امید میآفرینه. بعضیا بودن تو شبکه‌های مجازی که از این تیتر کیهان تعبیر به این کردن که این یه نوع کمپینیه یا یه نوع به اصطلاح حمایتی است از آقای رئیسی و حضور او در دستگاه قضایی، ولی به هر حال این که کیهان روش همیشگیشه که در مورد این سختگیری‌های راجع به مفسدان اقتصادی همیشه جلودار بوده، حالا گاهی اوقات ذره تند هم میره، ولی به هر حال اینطوری است که این حالت رو همیشه داشته است. خب روزنامه آخر هفته سازندگی هست که به نظرم کار خیلی مهمی کرده سازندگی و این روشی است که گاهی دنبال میکنه و بسیار درست هستش. ما در زمان خودش با آقای قنچی، آقای قنچی اون کسی است که هر چی ماک شما تو جاده های کشور دیدید کار این مرد بود، از جنوب تهران از خانواده فقیری شروع به کار کرد و خانواده مصدقی بودند، با تبرات مذهبی داشتند. آقای قنچی هم میگن پدر صنعت کامیون سازی، میگن به خاطر اینکه کامیونداری رو درست کرد، اینو از توی کاروانسرا درست کرد با دست خالی و به دلیل همون ملی بودن خیلی هم ساواک بهش راه نمیداد. موقع انقلاب متاسفانه حرفایی که اینو اون زدن از جلو مهندس بازرگان که میخواست دخالت کنه گوش نکردند و مصادره کردند و یکی از تلخ‌ترین مصادره هایی بود که در زمان انقلاب صورت گرفت، به تلخی مثلا فرض کنید آقای جعفری مدیر امیرکبیر. ولی این مرد اکتفا نکرد، در زمان جنگ را افتاد رفت و مسائل سنگین کامیون هایی که قبلا ساخته شده اینا را انداخت برای اینکه بتونن تانک و اسلحه سنگین ببرن و بعد از اونم اومد به اون چی که گرفته بودن بی اعتنا شد، گرچه که دولت معمول اونو برد زد به کامیون، زد به دیوار و تبدیلش کرد به جای زیاندهی و هزار تا گرفتاری در مؤسسه‌ای که او درست کرده بود به وجود آورد. ولی سرانجام آخر سر رفت مؤسسه کوچیک خودش رو درست کرد و گرچه هنوز سایپا داره بعضی از میراث او رو میخوره. به هر حال درست این استش که دست کم در 40مین سال بعد از اون حادثه‌ای که با این مرد شد به لبخندش جواب بدیم که هیچ وقت حاضر نشد که شکایت از روزگار بکنه، رفت و دوباره ساخت. آلی خیلی ممنون آقای بهنود، برمیگردیم و مجله ها رو با هم میبینیم. اما تا لحظات دیگر بهرنگ تاجدین اینجا در استودیوس تا از تازه ترین برنامه های دوبله شده بی بی سی فارسی به ما بگه.
گذشت زمان سرش بزرگتر و پوزش هم درازتر می شود و ماهی ماده به نر تبدیل می شود. مسئله جدا بودن محرم و نامحرم باید خیلی محسوس و مشخص باشه. به من نگاه میکنه و لبخند میزنه وقتی اینو میگه. نمیدونم ازدواج کرده یا نه. امپراتور ژین 400 محقق کنفوسیوسی را کشت و دستور داد کتب تاریخ را بسوزانند. سلام بهرنگ، خوش آمدی به دیدبان بعد از مدت ها. این سیاره آبی یکی از واقعا مستندهای بی‌نظیره. دقیقاً. مثلا جزو سریال مستندهایی که من خیلی دوستش دارم. دقیقاً. و این سری دوم، سری اولش 2001 ساخته شده بود و مثل همه این مجموعه های بزرگ حیات وحشی که بی بی سی می‌سازه بیشتر از 4 سال فیلم برداریش طول کشیده. اینا رفتن 39 تا کشور. 600 ساعت مثل که فیلم برداری کردن. بیشتر از 6000 ساعت فقط زیر آب فیلم برداری کردن و نتیجه این شده 6 ساعت برنامه تو 6 قسمت، یعنی 6 تا قسمت یه ساعته که توش یه سری قصه تعریف میکنه، قصه های جالب. ببین مثلا یه چیز جالبی که تو این میبینی اینه که یه جاهایی توی دریاهای خیلی عمیق یا اقیانوس ها کف دریا یه سری حوضچه های آب خیلی خیلی شور تشکیل میشه که این حوضچه ها برای ماهیایی که اون دور و بر زندگی میکنن خیلی خطرناکن. مار ماهی های بیرم و لاشه خارها همگی به حاشیه این دریاچه آب شور میآیند تا چیزی برای خوردن پیدا کنند. بعضی حتی خطر میکنند و وارد این دریاچه میشوند. اگر مارماهی برای مدت زیادی در داخل این دریاچه نمک بماند، دچار شوک مسمومیت خواهد شد. تنها امیدش شنا کردن به سمت بالاست. بیچارش اینطوری گره خورد. اینقدر آب شوره که مسموم شد. ببین کم پیش سوخت. دقیقا. موسیقی رو هم که دیدی واقعا خیلی جاها بیشتر از روایت این موسیقیه که داستان رو پیش میبره. یکی از اون موارد معدودیه که مجموعه تلویزیونی دنیا رو تغییر داد، به خاطر اینکه چیزی که تیم فیلمبردارا و سازنده های این مجموعه دیدن تأثیرات زباله های پلاستیکی روی حیات آبزیان در سراسر دنیا بود که وقتی دفعه اول این مجموعه پخش شد در بریتانیا باعث شد خیلی زود دولت بریتانیا و حتی جاهای دیگه شروع کنن به فکر کردن به اینکه راه حلی برای این مشکل پلاستیک پیدا کنن. امیدواریم که کسانی که برای تعطیلات دارن میرن کنار دریاها یه ذره رعایت کنن، کمتر پلاستیک و آشغال لب ساحل بریزن یا توی دریا. و بعد بگیم که اولین قسمت سری دوم مجموعه سیاره آبی رو میتونید یک شنبه 13 مرداد ساعت 9 شب به وقت تهران و کابل، 9 و نیم شب دوشنبه ببینید. تاریخ و ساعت بخش بازپخشش رو هم که میبینید. قسمت های بعد رو هم میتونید هفته های بعد در همین روز و ساعت تماشا کنید. مستند بعدی چیه؟ یه مستند دو قسمتی به اسم ما مسلمانان که یه ایده ساده داره. ببین 2.5 میلیون مسلمان در بریتانیا زندگی میکنن. شیعه، سنی، مهاجر، نسل دومی، تازه مسلمون، سفید، آفریقایی، نمازخون، بی نماز و الی آخر. انواع و اقسام مسلمان. نقطه مشترکشون فقط اینه که در واقع در شناسنامه یا در نمیدونم شناسنامه هم نه حتی مسلمان هم خلاصه. که شاید بقیه حتی فکر میکنن که مسلمانن. حالا اومدن 10 نفر از اینها رو از قشرهای مختلف اینها رو توی خونه گذاشتن با همدیگه زندگی کنن. 10 روز. برای یه هفته 10 روز دقیقا. همه اول بسم الله اتفاقی که میفته اینه که یکی از اینها که یه تازه مسلمونه و با افتخارم میگه بنیادگراست،
بحث جدایی زن و مرد رو شروع میکنه و دعوا را میفته. همون اول بسم الله. ببینیم. راستشو بخوای من تا حالا همچین چیزی ندیدم. دیدم که کسی دلش نخواد با آدم دست بده، اما تا حالا ندیدم کسی بخواد خودش رو از جمع جدا کنه و خب فکر کنه این فاصله از اون فاصله مناسب تره و درست تره. من شواهدم رو نشون دادم. در پیشگاه الله من آزادم. پس چرا تصمیم گرفتی بیای اینجا؟ چرا تصمیم گرفتی با 5 تا زن یه جا باشی؟ بعد هم این رو دادی دست ما که نباید با هم معاشرت کنیم، یا این کارو بکنیم این کارو نکنیم. اینا همش جای سوال داره. من گیج شدم، چون از یه طرف میگی نباید معاشرت آزادانه بکنیم، از طرفی تو وقتی همه تو این خونه هستیم معاشرت میکنیم. بله دقیقاً. البته اگه حقیقت از نظر این بنده خدا اینه، بهش انتقاد نکنین. نگین داره بهتون بی احترامی میکنه. نه خیر، شما دارین به اون بی احترامی میکنین. مجبورتون نکرده برین اونجا کنارش بشینین. خودش رفته اونجا نشسته. با هم کنار بیاین. هنوز حرفش تموم نشده. عبدالحق تو چجوری راحتی تو این خونه؟ چی کار میشه کرد؟ نگاه کن اینجا دو تا میز هست. چرا خواهرها سر یه میز نمیشینن و برادرام سر اون یکی؟ نه من این کارو نمیکنم. امکان نداره. وا چی خودخواه؟ تو میخوای همه چیز باب میل تو باشه؟ همه چیز جوری باشه که تو راحت باشی؟ این آقای عبدال چی بود؟ عبدالحق. عبدالحق واقعا عالیه. بعد گویا میخواسته بره به سوریه به داعش به پیونده، پاسپورتش گرفتن، ناراحتم شده. دقیقا. ببین دو تا نکته هست. یکی اینکه این مستند جایزه بفتا هم برده. بله. در کنار این فیلمساز دنبال این نبوده که بگه که حق با کدوم یکی از ایناست. فقط دنبال اینه که نشون بده آدم‌های مختلفی هستن که یا خودشون به خودشون میگن مسلمون یا بقیه بهشون میگن مسلمون. حالا این دعوا رو دیدی؟ یه جای دیگه ای هست که معلوم میشه یکیشون همجنسگراست، علم شنگه را میفته که نگو و نپرس. ولی جالبترین نکته برای من تو این داستان این بود که پر طنزه. یعنی من نشسته بودم اینو داشتم تماشا میکردم، هدفونم گذاشته بودم هی وسطش میخندیدم، بقیه این نگاهی بهم میکردن که آخه تو همیشه از این اخلاقا داره که همیشه همه نگات کنن بگن چه خبر و بهرنگ. آره خنده من عجیبه نه؟ نه اصولا چون نمیخندیم. خب اولین قسمت مجموعه ما مسلمانان رو میتونید سه شنبه 22 مرداد ساعت 9 شب به وقت تهران و کابل، 9:30 شب دوشنبه ببینید. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم که دارید میبینید، قسمت‌های بعد رو هم میتونید هفته بعد در همین روز و ساعت ببینید. بعدی مثل که داستان چینه. دقیقاً یه مجموعه مستند تاریخیه که داستان چین رو همونطور که از اسمش پیداست از زمان اساطیر شروع میکنه تا چین مدرن. کلن داستانهایی رو که داره تعریف میکنه از نظر تصویری خیلی خوب و جذاب تعریف میکنه. مثلا داستان این رو تعریف میکنه که چه شکلی اولین دست نوشته به زبان چینی پیدا شد، که داستان جالبی هم هست. داستان اینه که در سال 1899 یه دانشمند چینی به نام وانگ یرونگ که به نگارش چین قدیم بسیار علاقمند بود، روزی مبتلا به مالاریا میشه و داروخانه محل درست مثل این فهرستی از مواد مختلف من جمله استخوان اژدها براش پیچید. هنگامی که وانگ یرونگ بسته رو باز کرد، در کمال شگفتی این رو دید. روی بعضی از استخوان‌ها با دستخط بدوی چند عبارت قدیمی همانند کتیبه‌های برنزیش نوشته شده بود. چالی، من فکر می‌کنم کسایی که علاقه دارن به فرهنگ و تاریخ به خصوص از نوع چینی میتونن این سریال رو ببینن. سریال هم رفتیم مواظب باشین چی پیدا میکنی. دقیقا. خب اولین قسمت مجموعه داستان چین دوشنبه 14 مرداد ساعت 9 شب به وقت تهران و کابل، 9:30 شب دوشنبه پخش میشه. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم که دارید میبینید. قسمت‌های بعد رو هم هفته‌های بعد در همین روز و ساعت میتونید ببینید. نظرها، پیشنهادها و انتقاداتتون در مورد این برنامه‌ها و بقیه برنامه‌های دوبله شده بی بی سی فارسی رو حتماً با ما در میون بذارید. و ممنونم از همکارم بهرنگ تاجدین. آقای بهنود، اول برنامه به قهرمانی اشاره کردید، توی روزنامه‌ها اصلاً هیچی نگفتید. آره دیگه، به دلیل اینکه روزنامه‌ها خیلی کم دارن. حتی روزنامه‌های ورزشی موضوع به این مهمی رو که والیبالیستای جوان زیر 21 سال ایران رفتن و قهرمان دنیا شدن، انگار کسی منتظر نبوده.
خیلی تعجب کردم این جا افتاده به خاطر اینکه هر کدوم روزنامه که نشون دادیم نبود توش. بریم شروع کنیم برگزیده اول سرمقاله روزنامه شرق از آقای غلامی که بحث هویت ملی رو دیده. بله تیترش هستش دولت سوم در راه است با علامت سوال و تعجب. آقای غلامی که هر از گاهی مرتبه همچین مقالاتی می نویسه و این مقالات معمولا مقالات فکر شده درست حسابی چارچوب بندی خوب داره، این دفعه اشاره میکنیم که مثل اینکه یک روش دیگری بعد از 40 سال در پیشه و اون هم دیدن هویت ملی به عنوان ایدئولوژی است و بنابراین انگار یه دولت سومی در کاره. بعد اشاره میکنه به اینکه هم جمهوری اسلامی با این ایده که حکومت به اصطلاح ایدئولوژیک اسلامی بیاد ولی در طول جنگ جاهایی به اقتدار ملی مسئله شد و بعدم مثلا هیچ موردی پیش نیامد که آشکارا در صحنه سیاسی انقدر روی موضوع تاکید بشه. بعد اشاره میکنه دوره آقای احمدی نژاد که اصولا آقای احمدی نژاد به عنوان بسیج مسجدی از یه جوری دیگه ای شروع کرد، قرار بود با آموزه‌های دینی و اینا بیاد ولی خب به مکتب ولی ایرانی آخر سر دیدن، به خصوص دوره دوم که اون هم دچار مشکل شد دیگه رفت به جاهایی و بعد رسید به درخت مهر و این حرفا و حرف آقای مشایی و دولت بهار، دولت بهار شد و بعد درختکاری و اینا و بعد میرسه به دولت آقای خاتمی. بعد میگه در اون دوره هم اتفاقاتی افتاد ولی هیچ وقت بدون دردسر نبود. در آخرش میگه که در هر صورت یه دوم دولت سومی با تکیه بر مفهوم هویت ملی به قدرت میرسه، مفهومی که پیشتر دو دولت خاتمی و احمدی نژاد هزینه اون رو پرداختن. خب بعدی گزینه برگزیده بعدی این بازم از روزنامه شرق هست. اصل این انتخاب به دلیل زادروز تولد کیمیایی نیست، بلکه بابت نوشته ایست که سینا خزیمه نوشته، نویسنده خیلی خوب و روزنامه نویس خوب و قصه پرداز خوب. شما وقتی که این نوشته رو میخونید از همون اول که شروع میکنید خوندن انگار که این هنری نویسنده است، حالا انگار که خود کیمیاییه که داره تو یکی از فیلماش یه نریشنی میگه یا خود اصلا داره حرف میزنه. کسایی که با کیمیا آشنا هستن و قصه هاشو خوندن میدونن اصلا همینطوری حرف میزنه. اصلا میگه مثلا کسایی که بیشتر فیلماشو دیدن تا قصه هاشو خونده باشن. چرا؟ چون خیلی حالت چیزی که نوشته انگار که مثلا یکی از اون کاراکترها داره این قصه رو تعریف میکنه. میگه اون زمان تهران تهران با دو نقطه نبود. حسن آقا برادر بزرگ او که هالترش رو فروخ برای اینکه برای مسعود کفش بنددار بخره، دوچرخ سواری یادش داد، پا زدن یادش داد، تار و سنتور یادش داد و آخر مسعود رو به اون جنونکده ای برد که پرده نقره ای داشت و دستگاه علنگودار زنی که از سوراخی بلیت میداد، یعنی سینما. بعد میگه از اون روزی که این برادر اینو بردش به سینما، فیلم که تموم شد این مسعود مسعود قبلی نبود دیگه. بریم مجله ها تجارت فردا رو آوردین، حصر جدید. حصر جدید منظورش چی هست؟ خب این اشاره میکنه به ماجرای استارتاپ هایی که الان دوباره پیش اومد. جالب اینه با این روجلی که دارید ملاحظه میکنید که حصر رو ارده توش، میگه که یه موانعی هست پیش روی نسل دوم استارتاپ های ایرانی و بعد وقتی که میره تو موضوع ما ازش اینه میفهمیم که استارتاپ های نسل اول پشتوانه و حامی نداشتن به خاطر اینکه کسایی که سر کار بودن اصولا موضوع رو پیدا نمی کردن، باش اطلاعاتی نداشتن و به همین جهت هم وسط این سوء تفاهم های مدیریتی این جوانای ایرانی که می‌خواستن اینا رو بسازن گیر افتاده بودن. ولی در چند سال اخیر به خصوص وقتی که بالاخره یک وزیر همسن و سال خودشون وجود داره توی کابینه دیگه نمیشه گفت که کسی صداشون نمیشنوه. اما این گزارش به ما نشون میده که نخیر، دلایل زیادی وجود داره که فکر کنیم نسل دوم هم به اندازه نسل اول بلند اقبال نیست و میگه چرا. خب بریم مجله حرف هنرمند رو هم ببینیم. خب حرف هنرمند مدتی بود دست ما نرسیده بود، حرف هنرمند فصلنامه شده دیگه الان و این فصلنامه فصلنامه تابستونه و این روزی که ببینید ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران، بله، که درباره هنر شهرهای ایران همین اولی که شروع کرده کار بامزه‌ای کرده است و اون این که با چند تا استاد نشسته به یک بحث میزگرد مانند میزگردیست درباره تفاوت‌ها و شباهت‌های هنر شهرهای ایران.
این زهرا قراخانی یک مطلب خیلی خوبی است، توصیفی از سیر تحولات هنری اصفهان. خب بدونیم اصفهان وضعش کاملا فرق میکنه. اصفهان یه پایگاه هنری است که خیلی هم معتقدن درست به همین دلیل خیلی از اتفاقات نوگرایانه مثل برج ها و اینا خیلی دیر به اصفهان رسید، بخاطر اینکه اصفهان شهر سنتی به اصطلاح پایه و اساس دار بود و مقاومت میکرد. اینطور که از رو جلش هم داریم میبینیم، گشتی از ارومیه و تبریز و رشت و قزوین و گرگان، همینطور بچرخین کرمان و بعد یزد و یاسو و شیراز و اصفهان. بریم کارتون آخر رو ببینیم از نعیم تدعیان. آدم واقعا میمونه چی بگه. نوشته هفته سینمایی برای علاقمندان به ازدواج برگزار میشه. خبر بود. بله. خانم ها سمت راست، آقایون سمت چپ. دیگه برای ازدواج. این به مطلب پوریا هم من بخونم؟ بله. عالی. پوریا عالمی نوشته که تیترش هست ونزوئلایم باش. از دیدار آقای ظریف و مادورو صحبت میکنه، میگه که خسته نباشید. بعدش هم میگه که میدونین شباهت ما و شما چیه؟ ما میترسیدیم شبیه شما بشیم، اما الان حتما شما خوشحالین که شبیه ما شدید. مادورو بغض کرد. ظریف یادآور شد اول اینترنت رو فیلتر کنید، بعد فیلتر شکن رو بفروشید، سپس خودت بیا توی توییتر تا همه بریزن به هم. ما دورو گفت ولی اوسا ما اصلا اینترنت نداریم. ظریف گفت پس چی؟ ماهواره رو پارازیت بندازید. ما دورو گفت ولی مردم تلویزیون ندارن. ظریف گفت پس چی؟ جلوی چاپ کتاب رو بگیرید. ما دورو گفت ولی مردم سواد ندارن. ظریف گفت احساس میکنم دوستت دارم. خیلی عالی، ممنون آقای بهنود و مثل همیشه ممنون از شما. منتظر نظراتتون درباره برنامه‌های تلویزیون، رادیو و وبسایت بی بی سی فارسی هستیم. کافیه که به بی بی سی دیدبان توییت کنید یا به آدرس didban@bbc.co.uk ایمیل بزنید. با شناسه @bbc شما هم میتونید در تلگرام با ما در تماس باشید. هشتگ دیدبان رو هم یادتون نره. همینجا از طرف خودم و آقای بهنود با شما خدافظی می‌کنم تا هفته آینده. شب و روزتون خوش.